پرزیدنت ترامپ در روزهای گذشته ضمن تاکید بر برخورد شدید با ایران از حل اختلافات با تهران از راه گفتگو حمایت کرده است. در گفتگو با برادلی بومن، تحلیلگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، نظر او را در این باره پرسیدیم و اینکه آیا هیچ نشانه‌ای از امکان شروع مذاکره هست؟ سوال خوبی است. حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه اقدامی تحریک‌آمیز نیست. برعکس، حرکتی در متوقف ساختن تجاوز ایران است. در گذشته بارها شاهد بوده ایم که ایران بر این باور بوده که می‌تواند به هر عملی دست بزند و مسئولیت داشته باشد. پس به تجاوزهایش ادامه می‌داده. اعزام ناو هواپیمابر لینکلن همراه با ناو گروه ضربتی و موشک‌های پاتروید در راستای همان کاری است که ایالات متحده در گذشته هم مرتباً انجام می‌داده. اقدام کنونی تجاوز ایران را بسیار نامحتمل ساخته. از پرزیدنت ترامپ این سوال پرسیده شد که آیا حاضر به کاستن از فشار اقتصادی علیه ایران از طریق لغو بعضی تحریم‌ها هست یا خیر. نظر آقای برادلی بومن را پرسیدیم که در ادامه آیا این به اصل منجر به ادامه فشار حداکثری یا کاستن از این فشار خواهد شد؟ کاستن فشار در حال حاضر کار اشتباهیه. دولت کارزار فشار حداکثری علیه ایران رو با هدف وادار کردن رژیم تهران به تغییر رفتار و بازگشت به میز مذاکره اعمال میکنه تا زمینه رفع نقص‌های موجود در توافق هسته‌ای فراهم بشه. برادلی بومن در رابطه با چشم‌انداز اعزام هیئت‌های نمایندگی عراق به تهران و واشنگتن به اهمیت تنش‌زدایی از نظر مقام‌های بغداد تأکید میکند. عراق یک شریک مهم امنیتی ایالات متحده است. ما حضور نظامی قابل ملاحظه‌ای در آنجا داریم، ضمن اینکه عراق همسایه ایران است و منافع مشترکی در تلاش برای تنش‌زدایی میان تهران و واشنگتن دارد. هرچند در نهایت این یک شیوه نظاممند برای حل مشکل نیست. ایرانیان حکومتی دارند که به جای رسیدگی به رفاه آنان به صدور تروریسم اقدام می‌کنند.